چون هرچی بخوام بگم من به توضیح المسائل اشاره کوچیک میکنم. یه کتابی است که اینا که میگم، اولا من امشب به هیچ وجه جوک نمیگم، یعنی چیزایی میگم که جدی جدیه. تو کتاب نوشتن مردم میخرن و میخونن و میخندن، شما نخوندین نخندیدین، من براتون میگم چی توش نوشته. و اینا که میگم مو به مو واقعیتای این کتاب هستش. در این کتاب نوشته که بر تمام مسلمانان، البته وقتی میگم مسلمان یعنی همتون دیگه، بهائی و آسوری و ارمنی، یعنی هر کی دم تیغ من میاد، بر تمام این مسلمانان یعنی همه واجب است که پزشکم هستن دیگه. نوشته که بعد از خوردن غذا رو به قبله خوابیده، این انگشت خود را در خرخره نموده، این جملات آرق جانانه زند تا غذا هضم گردد. حالا اصلا خنده این گریه داره اینجاش. حالا این تیکر رو تفسیر کنم، من مثلا بیام لندن تو این بدبختی، پاس پناهندگی نمیدارم این ور اونور، بعد برم پمپ بنزین کار بگیرم، بعد این بیگ مک بخورم وسط کنزینگتون های استریت، بخوام کف خیابون انگشتم بکنم تو گلوم، آرق بزنم جانانه که غذام هضم. اون چیزی که ما بدبخت این روزا میخوریم مثلا خود به خود هضم شده قبلا، ما داریم حذف شده مارگارت تاچر رو میخوریم، هم تو ایران هم اینجا بمانند. اما بله حذف شود، حذف شود. حالا قسمت دومش، حالا داستانیست، نوشته که بر هر مسلمانی واجب است بعد از غذای حاجت، اصلا بیگ مک خوردن غذای حاجت نداره که، اصلا کار بعد از غذای حاجت این انگشت مسلمونا، اون بالا بگم این مال گلوتونه ها، عوضی نکنین ستون دین خراب میشه رو سرتون، این انگشتو در روز چندین بار به خود نموده تا تطهیر کامل شود. حالا گوش کنیم، اولا که چرا این انگشت کوچولو مال گلو، این انگشت کلوف مال اونجای آدم، ما این نفهمیدیم. یک، خدا پدر مادرشون بمرزه، تو این کتاب های اینا غیر از میده و پایین‌تنه چیز دیگه نیست، دستورات دینی آسمانی همش اینجا و اونجا. حالا بماند، بعد 12 جا در اسلام برای عشقبازی حرامه. یک، زیر درخت میوه، قشنگترین جاست برای عشقبازی. پرسیدم به یک کسی، گفتم که آقا جان چرا حروم زیر درخت میوه چرا حرومه؟ گفتش که ممکنه سیب بیفته اونجا امام بشکنه مثلا. نه یه بار درست شده باشه سیبه بیفته بشکنه. 42 جا برای عشقبازی حلال است در کتاب نوشته. یک، پشت کوهان شتر. واقعا ما که رو زمین صاف راه میریم نمیتونیم کاری بکنیم، بریم پشت کوهان شتر عشقبازی بکنیم. نوشته نعوذ بالله، نه نوشته که این کارا رو نکنین، نوشته نعوذ بالله اگر کسی خواست با شطور عشق بازی بکنه، عشق بازی لب شطور بگیرم بگم عزیزم عشق بازی، عشق بازی کند، 4 چیز باید حلال باشه. 1، میخی که شطور را با آن زمین میخوب میکنن. 2، طناب گردن شطور به میخ. 3، حالا از میخ شروع میشه، پایین ترین شطور از میخ شروع میشه. 3، چی نردبونی که میزنی از شطور بریم بالا. 4، 4 طبقه از این امر مستثنا هستن، چه سبز ها، دیوانه ها، شعرا و آدمی که باعث خنده مردم میشه. الحمدلله من مستثنا هستم از عشق‌بازی با شطور. حالا که نمیشه با شطور، کسی اینجا از خیالی داره تلفن. آخه من نمیفهمم این کتاب دینیه، خب چرا توش نمیسن با دختر همسایتون عریسی کنین خیلی خودتون راحت کنیم، شطور، میخ، طویله، سوزن، لخ، نردبون بخرم که بغل شطور بخوابم. تازه نوشته که اگر نعوذ بالله شخصی خواست، یعنی خودشون چون میکنن آدم کارهایی رو که میکنه میمیسه، چرا من نمیگم که اشبازی با خرچیه برگه نمیدونم چیه. نعوذ بالله اگر شخص مسلمانی خواست با الاغ اشبازی بکند، لازم است که روز بعد الاغ را به 40 کیلومتری برده بفروشد. مثلا من توی لندن با یه الاغ اشبازی کنم، الاغ سوار اتوبوس 2 طبقه کنم برم 40 کیلومتری کجا برم؟ آب کور آبیست، 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب. حالا مثلا زیر شیر آب اگه دستم بشورم چه ایراد داره؟ نه، آب کور 3 وجبی تو انگلیس، آب 3 وجبی هیچ چیشی 3 وجبی است که آب 3 وجبی باشه. حالا بعد نوشته که بر مسلمان واجب است، واجب است اول یک مشت از آن آب ببوید. میگم به روح خواهرم عین این کتابه، ببینید چه بر سرتون اومده، شما هنوز نمیدونید. بر مسلمان واجب است یک مشت از آن آب ببوید، اگر بوی ادرار نداد یک قلوب از آن آب میل بفرمایید. مثلا ما یوم شاش خوردیم مثلا میدونیم مزه ادرار چه، اگر مزه ادرار نداد من چه میدونم مزه ادرار چه جوریه. میخوام بگم شما که امام هستین بخوریم به ما بگی که مزه ادرار میاد. نه چرا من باید شاش بخورم که مسلمان باشم؟ چرا
اگر مزه ادرار نداد بعد اون آب کره، من میتونم برم باش نماز بخونم. بنده بو کردم بوی مثلا کریستین دیور داد، خوردم مزه شاش داد، خب چیکار کنم؟ شاش بخونم که مسلمان؟ چرا؟ آخه این چه دینی که همش با پایین دنه و معده کار داره، همه شاش و نمیدونم سوراخ فلان و سوراخ فلان، یک کلمه از مغز توش نیست. حالا گفتن که زمان پادشاه آگردم زلزل اومد در طبس، تمام احال 90% مردم مردن. حالا زمان اینا کتابو، اگر زلزله ای حادث شد، یعنی یه چیز مهمی هم نیست، هم چیز شد زلزله ای حادث شد، مثلا ممکنه فقط 1,000,000 بمیرن، مهم نیست. اگر زلزله ای حادث شد، شخصی در طبقه دوم خوابیده بود، مثلا شخص 70 ساله، عمه آن شخص در طبقه اول خوابیده بود، عمه شخص 70 ساله چند سال است؟ 110 ساله. حالا زمان شاه زلزله میومد، مردم دنبال کفش و کلاه و شلوارشون بودن، تنشون هم بودن برن تو خیابون. حالا زمان اینا، اگر بر اثر تکانهای ناشی از زلزله آن شخص به روی عمه خود افتاد، طفلی که از این جریان ها دست میشود حلال زاده است، که تو زلزله رو عمهش میفته بچه دار میشه. آخه این چه دینیه که آدم بغل عمهش میخوابه؟ مگه میشه؟ حالا کی تو زلزله اون حالت تحریک جنسی رو داره که صاف بیفته رو عمش بچه‌م درست بکنه؟ چی اینا گفتن که دادستان کل انقلاب گفته اگه این از این مرتی که از این حرفا بزنه میکشیمش. گفتن دادستان کل انقلاب خودش در اصل تکانهای ناشی از زلزله به دنیا آمده، که شخصی به روی عمش افتاده دادستان کل انقلاب به دنیا آمده. این حرفا چیه؟ مگه میشه خونه داره رو سرم خراب میشه من بیافتم رو عمم بگم اخ جون قربونت برم عمه؟ این داستان زندگی ماست. خیلی خوب میرقصم عزیزم. ها ببین من برای ملتم میرقصم. آره عزیزم، برای اینکه به جان برای ملتم به جشم وای میسم، سینما سپر میکنم، شما تو لوژاتون میشینید قربان. نوشته که گوش کنین، نوشته که خداوند تبارک و تعالی 12 نوع از حیوانات رو که اول انسان بودن به خاطر فساد اخلاق فساد تبدیل به حیوان کرده. نوشته که یک خرگوش زنی بوده است که پنهان از انظار یعنی یواشکی زنا میکرد، یعنی یواشکی خیانت میکرد به شوهرش. بابا گوش کنی چی نوشته. نوشته که قضای حاجت در زمین قصبی جایز نیست. یعنی اگه شما واقعا وسط خیامون رفتین قضای حاجت، حالا اسمشون قضای حاجت، ناراحت معدتون بودین، باید اول قواله خونه یارو رو ببینیم بعد برین توشون کارو بکنی. در کوچه بنبست جایز نیست. سر چهارای کنزینگتون جایزه. این کتاب اخلاقی است که به دست بچه 7 ساله ایرانی دادن، بهش میگن اینو بخون و طبق این رفتار بکن. البته جواب خمینی اینه که هر مولوی گفته هر چه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. این جواب این آخوند است. اما از زبان حافظ این چیزا که میگم میخندین جوک نیست، کتاب دینی ملت ایرانه، جوک نیست، گریه داره، ولی خب ما میخندیم. اما حافظ یک شعر داره که جواب اینا رو در چندین صد سال قبل داده. حافظ میگوید نفس باد صبا، این جواب مردم ایران هست به خمینی، نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول یعنی درد رنج، این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. این جواب حافظ، جواب فرهنگ ایرانه و جواب مردم ایرانه مثل شما که با برگزاری سنت های ملیشون و بدون تشویش از این روزینامه ها و اعلامیه ها و غیر و ذالک ملیتمون رو برای ما چی مونده؟ ما چجور میتونیم ایران رو حفظ بکنیم وقتی دستمون بهش نمیرسه؟ وقتی دست وزارت خارجه انگلستان پشت خمینیه، من چطور میتونم دست اونها رو از پشت خمینی بردارم؟ فقط با زنده نگاه داشتن سنت های ملیمون یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. انگلیس ها هم نمیتونن زیاد خمینی ها رو نگه بدارن. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
بعضیا هنوز نشستن میگن که ایشالله امریکایی ها چراغ سبز میدن ما هم میریم ایران. امریکایی ها چراغ سبز دادن ما رو بیرون کردند از کشورمون. ما هنوز نمیخوایم واقعیت ها رو قبول بکنیم. امریکایی ها چراغ سبز دادن که روح الله خمینی بر جان و مال و ناموس من و شما غالب بشه. انگلیس ها هم به اونها کمک کردن، طراحشون همینا بودن تو همین لندن. ولی فرهنگ، حافظ، سعدی، مولوی یک روزی باعث میشند، این فرهنگ باعث میشه که خمینی ساقط بشه و فرهنگ بر ایران غالب بشه، مثل هزاران بار که این مسئله در تاریخ ما پیش آمده. از زبان مولوی یه چیز دیگه رو شما میگم. مولوی میگوید نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم. وگر به قهر روی صد هزار بار ز من، به عاقبت به منایی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خورشیده، فرهنگ و ملت ایرانه.